آقای بهمن، یکی از بحثایی که در ارتباط با مناسبات بین بهائیان و شیعه در ایران میشه این است که خب بهائیان مورد ظلم واقع شدن، این رو قالب کسانی که از بیرون نگاه میکنن، حالا یا بیرون از دین یا بیرون به معنی اینکه بیرون از این مناسبات نگاه میکنن، میگن که بله مورد ستم واقع شدن. اما حالتی که بهائیان ایجاد میکنن این است که مظلومیت برابر است با حقانیت. بله. چنین چیزی نیست؟ ببینید، ادیان نشان دادن، تاریخ ادیان، که تمام دینهای تازه که آمدند، مسیحیت رو ببینید، 300 سال مورد ستم رومی ها بودند. 300 سال. نیرون آتش گرفتن روم رو تقصیر مسیحی ها انداخت و اونها رو از دم تیغ گذروند. یا فرض کنید مسیحی ها رو مثل باهایی ها موهومات ظالم مینامیدند. و این مظلومیت باعث سرانجام، باعث فتح و پیروزی دیانت اسلام شد. همینطور بود در مورد زردشت که مورد عرض کنم، ولی خیلی از جریان ها، ادیان، ایدئولوژی هم داریم که مظلوم بودن به این معنا که مورد ستم و سرکوب قرار گرفتن و فراگیر نشدن. اونا شاید اصلا من و شما هیچ اطلاعی هم ازشون نداریم. بله ممکنه دارم. بله، ولی به اعتقاد بهائی ها اگر ادیانی ریشه الهی داشته باشن، در اونها مظلومیت و ظلم و ستم هیچ تأثیری نمیتونه بکنه. اونها سرنوشتی که دارند باید داشته باشند و خواهند داشت. این اعتقاد بهائی است. به هر حال شما وقتی جبرگرایی میشه دیگه. بله. خیلی ایمانی میشه. بله ایمانی میشه. به هر حال شما وقتی ظلم میشید، مظلوم نما میشید، وقتی میان خونتون رو چپاول میکنن و میبرن، مظلوم میشید. وقتی میره یزد خونه یک پیرزن رو غارت میکنه و نمیتونه مبلشو ببره، میگه پس اینو از من بخر، پولشو ازش میگیره که بذاره یک قفسش مبلش اونجا باشه، صندلیش اونجا باشه. این پیرزن مظلومه دیگه، چیکار کنه؟ حالا اگر دل همسایه مسلمان بر حال او بسوزه و بگی که آقا این میخواستی بگی من باهایی نیستم و مالت باشه، جانت باشه، همه چیز سر جای خودش باشه و این نگه، به جهت حقانیتی که برای خودش اون دین احساس در میکنه. دین خودش قائله و این ممکنه که برای دیگران هم همین تصور رو به وجود بیاره. اتفاقا نکته آقای بهمن نکته مهمی رو طرح کردن که پیش از پایان برنامه میخوام با شما در میان بگذارم. آقای اشکبری، بهائی ها تقیه نمی کنن، شیعیان تقیه میکنن، آیا از این میشه نتیجه گرفت در مورد آینده ای که دیانت بهائی در ایران داره؟ چون شیعه معروف به این که انعطاف از خودش نشون میده دیگه، که البته این مایه نقدی از جانب بهائی ها، چون تغییر رو قبول ندارن دیگه. و اگر شیعه در ایران غالب شد، بخشی شاید به دلیل همین تقیه کردن بود دیگه. بله همینطوره. این تقیه متاسفانه یکی از این پیچ‌های خطرناک در فهم تاریخ تشیع است که به نظر من مفهوم تقیه به گونه‌ای شده که الان دیگه تا فهم تاریخ دوران امامان و شیعه تقریبا ناممکن شده، چون هر کجا یه روایتی واضح و روشن به ده زبان از امام صادق و از نمی فلان میگن که نه این روی تقیه بوده. بنابراین نه، من تقیه رو به اون معنا قبول ندارم و این نقطه ضعف شیعه است. ولی قبول دارید که شما نقطه ضعف مینامیدش، اما برای اینکه این دیانت بمونه، برای اینکه این شاخه از اسلام بمونه، همین آره، تقیه فوق العاده کارآمد. میدونم این بلازه بقا، برای اینکه این قدرت مانور و قدرت سازش با محیط رو به شما میده و شیعه هم اگر مونده از جهت تاریخی دارم میگم، بس حق و باطل نمی کنم. حالا شما توصیه نمی کنید ولی به آقای وهمن که برای اینکه بمونه دیانت بهائی تقیه پیشه کنه؟ نه، من تقیه، ببینید آخه تقیه هم یه خورده الان در آخر بحث فرصت نیست که بحث مفهوم تقیه رو هر کدوم از ماها در زندگی ممکنه که در چه معقولش انجام میدیم. منتها تقیه به این معنای افراطی اعتقادی که از تقیه دینی و دین آبایی که در تشیع آمده، من اون رو خطرناک میدونم. به معنی غیر افراطیش چیه؟ ببینید چی؟ شما به معنای افراطی اون رو خطرناک مینامید. بله بله. اما به معنای غیر افراطیش چه چیزی هست؟
غیر افراطی به معنای این است که بالاخره راست گفتن، اینجوری بگم شاید روشن بشه، دروغ گفتن حرامه ولی راست گفتن که واجب نیست. توجه میکنید؟ من به شیعه آقای دوستان بهایی که در ایران مثلا میگن که شما نمیدونم بنویسید بهایی هستید یا نیستید، نمیگم که ما تقیه نمیکنیم، بنویسید ماهایی، من به شهامت اخلاقیشون رو تحسین میکنم و میگم خب این یک فضیلت اخلاقی هست. اما از طرف دیگر اگر به بقای خودشون فکر میکنن، به نظر من باید یک وجه، نه اصلا این موردی من بحث نمیکنم، ولی معتقد هستم که بالاخره نوعی سازگاری با محیط و فکر میکنم خودشون هم این کارو میکنن. حتی رفرم مذهبی که ایجاد کردن، حالا بحث داره که من معتقد هستم به این شکلی که ایمانی که آقای وهمن مطرح میکنن راجع به بهائیت که همیشه تفسیر خاصی نداره و اگر تفسیر نو در یه دینی وجود نداشته باشه، این در گذر زمان مزمحل میشه و از بین میره. و این تفسیر نو از دین با نوع سازگاری از محیط با یک نوع تقیه معقول همراهه. اگر در پرسشنامه بنویسن مسلمان دروغ گفتن، بنده خودم میخواستم استخدام بشم در یک اداره در ایران، رئیس کارگزینی منو خواست، خیلی هم بهم نیاز داشتن، گفتن آقا ترقی میکنی فلان میکنی، بنویس مسلمان. گفتم شما راضی هستید که من در ابتدای کارم در این اداره مبنا رو بر دروغ بگذارم؟ من مسلمان نیستم، من بهائی هستم، یا سفید میگذارم یا میبینم بهائی. بنابراین مسئله این نیست که لج میکنن یا میخوان مظلوم نمایی کنن، مسئله اعتقادی است. شما یا ایمان دارید یا ندارید. ببخشید اینجا بحث فلسفه اخلاق مطرح میشه که ما وظیفه گرا هستیم، فضیلت گرا هستیم، فایده گرا هستیم، اونم در اینجا میتونه به نوعی پاسخ بده. بله که یه بحث دیگه است، در زمان دیگه طرح میکنیم، ولی پیش از پایان شما صحبت دارید آقای خدمت. من معتقدم اگر که جهان تشیع و اون تعصبش را کنار بگذاره، چیزی که الان شما مطرح کردید تقیه، یا چیزی که بهش معتقد، تکفیر دیگران به خاطر قبول نداشتن امامت یا یکی از ائمه، میشه با شیعه کنار اومد، میشه وحدت ایجاد کرد. اگر جریان تکفیر در اهل سنت که خیلی قوی تر آقای خدمتی، جهان سنت اگر تکفیر میکنن، تکفیر به خاطر کسی که اعتقاد به ذات الهی نداشته باشه تکفیرش میکنن. جهان شیعه کسی یکی از ائمه قبول نداشته باشه تکفیرش میکنن. بسیار خوب، برنامه این هفته همینجا تموم میشه. ممنون از اینکه پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، فریدون بهمن، عبدالفتاح خدمتی و حسن یوسفی اشکبری.